در جدیدترین صحنه انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا، برنی ساندرز، سناتور دموکرات، توانست روز گذشته پیشتاز رقابت‌های این حزب، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین را در ایالت پرجمعیت و صنعتی میشیگان شکست زد. از سوی دیگر، سرمایه‌دار جنجالی دونالد ترامپ توانست روز سه‌شنبه در 3 ایالت از 4 ایالتی که در آن انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه برگزار شده بود، پیروز میدان شود. ترامپ با این پیروزی راه خود را برای دریافت نامزدی حزب به رغم هشدار پیشکسوتان این حزب به پوشالی بودنش هموارتر کرد. گزارشی از فرهاد پولادی. روز گذشته شهروندان آمریکا در 4 ایالت به داوطلب مورد نظر خود در حزب جمهوری خواه رای دادند. همان گونه که نظرسنجی‌ها پیشتر نشان می‌دادند، آقای ترامپ توانست در 3 ایالت پیروز شود. از سوی دیگر سناتور ساندرز 74 ساله که خود را یک سوسیالیست معرفی کرده، توانست با شکست خانم کلینتون و با خلق یک شگفتی پیروز میدان در ایالت صنعتی میشیگان شود. به بارها در کارزارهای تبلیغاتی برنامه خود را به عنوان انقلاب سیاسی در آمریکا مطرح کرده است. و آنچه امشب اتفاق افتاد بدین معناست که کارزار انتخاباتی برنی ساندرز و پیام انقلاب مردمی که ما از آن صحبت می‌کنیم در همه نقاط کشور نیرومند است و ما صراحتاً بر این باوریم که در نقاطی که پیام ما را دریافت کردند ما پیروز خواهیم شد. ما نتایج بسیار خوبی در ایالت‌های ساحل غربی و دیگر مناطق کشور کسب خواهیم کرد. سناتور سابق ایالت نیویورک و بانوی اول اسبق آمریکا توانست در ایالت میسیسیپی که حدود 40% جمعیت آن را آمریکاییان آفریقای تبار تشکیل می‌دهند که از سیاست‌های همسرش در زمان ریاست جمهوریش بهره بردند، پیروز میدان شود. آمریکا به همه تعلق دارد، نه تنها آنهایی که موفقیت‌هایی کسب کردند. من می‌خواهم رئیس جمهور همه باشم و نه صرفاً آنهایی که موفق شدند. آنها به من نیازی ندارند. می‌خواهم رئیس جمهور قشر تلاشگر و کوشا، قشری که رویاهای بزرگی داشته و به دنبال محقق کردنش است، باشم. دونالد ترامپ پس از پیروزی در 3 انتخابات مقدماتی روز گذشته با طعنه به پیشکسوتان حزب جمهوری خواه، لابی ها و گروه های منافع خاص که به گفته به بیش از 38 میلیون دلار برای دلسرد کردن مردم از رای دادن به او هزینه کردند، گفت که رفتار وی در شأن یک رئیس جمهوری است. من می توانم بیش از هر داوطلب دیگری رفتار برازنده یک رئیس جمهوری را در صورتی که خواسته باشم حفظ کنم، ولی وقتی 16 نفر از 16 زاویه مختلف به من حمله می کنند، نمی توانم در شأن یک رئیس جمهوری رفتار کنم. باید پیروز شویم، باید آنها را شکست دهیم، اما باید بار دیگر تکرار کنم، من می توانم بهتر از هر کس دیگری رفتار یک رئیس جمهوری را به غیر از یک رئیس جمهوری بزرگ لینکلن از خود بروز دهم. سناتور تد کروز که یکی از سرسخت‌ترین مخالفین سیاست‌های پرزیدنت اوباما است، توانست روز گذشته تنها در 1 ایالت از 4 ایالت پیروز میدان شود. آقای کروز که توانست در تعدادی انتخابات مقدماتی پیروز شود، خود را به عنوان جایگزین ترامپ مطرح می‌کند. اما آقای ترامپ بار دیگر از سناتور کروز خواست که با توجه به آنچه وی آن را عملکرد ضعیف در انتخابات مقدماتی عنوان کرده، هر چه زودتر از کارزار انتخاباتی کنار رود. آقای ترامپ در نظرسنجی سراسری رویترز که طی 5 روز گذشته انجام گرفته است، با 40% محبوبیت همچنان پیشتاز رقابت‌ها در اردوگاه جمهوری خواهان است. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.